Yo. What up, Simon? Zedbazi. What up? What up? Finally. What's up? Interesting. Master Yoda ham yofte na. Master Yoda has. Subscribe, motherfucker. Man, Star Warsi kerdi akhir sa. Star Wars خیلی خفنه. واقعا کانسپتش خفنه، یعنی خفن ترین کانسپتی بودش که میتونست بشه. خیلی باره دختره از ستار وارز خوششون نمیاد به خاطر این لیزر بازیاشون ایناست. یه جوریه. مثلا اولش نمی‌کنی دیگه. فکر می‌کنی مثلا خیلی کیو کیو و ایناست. نه چی میگم؟ ولی کانسپتش عجیبه. خیلی عجیبه. سابسکرایب مادرفاکر. نه من هر دفعه هر کی ازم پرسیده خیلی بد توضیح دادم، ولی یه خورده اون حالت فلسفی طورشو میتونیم یه دو ترین چیز جهانه به نظر. یه خورده میشه به مایک نزدیک شید لطفا، یا مایک رو بکشید سمت خود. خوبه؟ دیستورت شد. آره خوبه. کانسپت ستار وارز خیلی بالا. جنگ بین خوبی و بدی توش نیست، به حالش اینه اتفاق دقیقه همونه تقریبا. ولی آخه خوبی و بدی نیست، خیلی داستان کلاسیکیه دیگه، مثلا بین لایت ساید و دارک ساید و ایناست. ولی نه، ولی خب میتونی مثلا مدل مختلف نگاش کنی. مثلا راجع به اینه که تو اگه خوب باشی، مثلا جدایا خوبن، خب یعنی خوب یعنی اولا هیچ یعنی خیلی مستقلن، هیچ چیز هیچ دیپندنسی ندارن، آره. به هیچ چیزی وابستگی ندارن، نباید داشته باشن. کلن توی حالت شرایط خیلی مغزی خیلی آرومی هن. میدونی این حالت هیجان خیلی خوب نیست، خوشحالی زیاد خوب نیست، ناراحتی زیاد خوب نیست، یه حالت خیلی خاص معمولی باید بمونی. این میگه که تو آرومترین حالت، یعنی تو وقتی تو آرومترین حالتی میتونی خیلی چیز رو بفهمی و آماده خیلی چیز رو باشی. دارک ساید میگه که میگه تو بیا این ور، قدرت بد میدیم، خیلی کارا رو میتونی بکنی از لحاظ نالج، از لحاظ اینی که نالج فورس چیه؟ فورس کلا میگه تمام دنیا با فورس به هم وصله، یعنی یه جوریه که حالت، حالا نردای ستار وارز قاطی نکنن نه اشتباه گفتی، ولی فورس یه چیزیه که یه حالتیه که یعنی تو مثل یه حالت انرژیه تو یعنی همه ما از اون میایم تو دنیا، همه چی به فورس وصله. بعد دارک ساید میگه تو اگه بیای اینور قدرت بیشتری داری، خیلی چیزها رو میتونی شاید کنترل بکنی که در حالت عادی نمیتونی. یعنی میگه مثلا تنفر، نمیدونم حسادت، چیزهای این مدلی، بیشتر مثلا عصبانیت، میدونی anger، اینا مثلا باعث میشه که تو قدرتت زیادتر بشه، ولی خیلی چیزها رو از دست میدی، شاید خودت هم از دست بدی، دوروریاتو از دست میدی، کسایی که دوست داری از دست میدی. ببینم یعنی ولی قدرتت بیشتره. یعنی توی ستار وارز اونایی که توی دارک سایدن فورسشون بیشتره. ببین فورسشون بیشتر نیست، شاید مثلا دانششون از فورس یکم یه مدل دیگه است. یعنی مثلا چه میدونم، مثلا توی دعوایی که این دوتا با هم میکنن، مثلا یه جدای با مثلا سیث لورد میکنه یا دارت، حالا مثلا بستگی چیز داره، شاید تو دو تا جدای نیاز داری که بتونه یه دونه از اینا رو بزنه، چون قدرت اون بیشتره، چون تنفرش بیشتره، عصبانیتش بیشتره. جدای اینو نمیگه، جدایی ها میگن که تو کلن وقتی آروم هستی بهتر تصمیم میگیری، و واقعا هم همینه. مثلا تو زندگی واقعیت هم همینه، مثلا وقتی دنبال انتقام باشی، خب انتقامتو مثلا بگیری به فرض، بعد انتقامت چیه؟ انتقامت روی مثلا عصبانیت دیگه. بعد تو وقتی این انتقامتو میگیری، خب باز اون خلای درونت هنوز هست، شاید بدتر هم بشه. خب جدایی واسه همین دنبال این چیزا نیسته، یعنی میگه آقا تو انتقام اشتباه. حالا این یودا خیلی باحاله، میگه چی؟ همین میگه چی؟ anger leads to hate, hate leads to چی؟ anger leads to hate, hate leads to anger leads to hate, hate leads to بعد میگه وقتی بری dark side, no way back. خیلی باحاله. یه چیز خفن دیگه هم میگه، میگه do or do not. Subscribe, motherfucker.
اینو این خفن ترین جمله اینو تو چیز گفت سومین فیلمش دیدین یانگ اسکای واکر تو سومین فکر کنم خیلی باحال بود خیلی باحال بودش من اصلا نمیدونستم داستانش چه جوریه یهو خیلی باحال خیلی یه کاری کردی که دیگه فن شدم دیگه خب این دنیا واقعا این ریختیه مثلا اینجوری نیست که دعوای بین مثلا خوب و بد نیست آدم خوبیه بدی نیست بعد تمامی کسایی که بدن یعنی مثلا تو دارک سادن یه زمانی خوب بودن اینش باحاله یعنی یه زمانی تو خوب بودی بعد حالا مثلا چه میدونم تو خود استار وارز مثلا انیکن اسکای واکر مثلا یه زمانی واقعا خوب بوده چوزن وان بوده به خاطر مثلا اتفاقی که بر مامانش میفته یا به خاطر اون عصبانیتش باعث میشه که چون میخواد خیلی باحال مثلا میگه آقا تو دنیا تو سعی کن اگر کنترل کنی میدونی نمیتونی این میخواد به خاطر اینکه مثلا مرگ زنشو یا که مثلا مامانش نشه من که اصلا دارم یلان حرف میزنم آره اصلا اون وره سیستم آره. چون من یه تیکه اینجا تکنیکال دیفیکالتی میگه به خاطر اینکه این داستان اتفاق نیفته میره تو دارک ساید یعنی خیلی باحال یعنی تو میتونی بیای تو دارک ساید اینجوری نیست که مثلا فکر کنی دارک ساید آدمای بدا مثلا بدا از یه سرزمین دیگه نه این بدا مثلا اکثرشون خیلی خوش و خوب بودن ولی تصمیم گرفتن یعنی تو زندگیشون اصلا فلسفی شد خیلی این داستان الان استریمت یعنی گیم رفت بشی اصلا قرار بود ولی واقعا منم مثلا چیزی رو خودم چیز دیگه شد منم همین چیزی رو خودم مثلا تا حالا دیدم تو زندگی مثلا آپشن یعنی رفتی سمت دارک ساید نه همه دارن ببین نه من حالا شاید خیلی وقتا اشتباهی رفتم شه خیلی وقتا مثلا هنوز روش فکر میکنم یا فلان یعنی میگه آقا تو تصمیم اینی که بتونی نابودی رو بیاری تو کار یا مثلا چم عصبانیت رو بیاری تو کار یا میدونی خیلی راحت قاطی کنی بزنی مثلا یه کار عجب غریبی بکنی ولی یادت باشه اگه این کارو بکنی مثلا خودتو از دست میدی و شاید مثلا آدمای دور و برت رو از دست بدی یعنی دیگه برات مثلا یه سری چیزا مثل عشق و اینا دیگه معنی نداره تو زندگی یه راهی اگه بری دیگه نمیتونی برمیگردی بس دیگه این بحث فلسفی بریم تو ببینیم داستان چیه هوب یو ولی بالا تو ببین تو 1 و 2 و 3 شو هنوز ندیدی تو 4 و 5 و 6 شو دیدی من نمیدونم دیگه اون اوردری که خود گفتی رو ریفتیم کلون وارز خفم ریفتیم دیدیم چقدر خفم بود آه انیمیشنه که هر روز میرفتیم آره من با یلان حرف بزنم چون یلان میدونه استار وارز رو میخواد جا ترس کنه باشه میخوای شما بیا اصلا خیلی باحاله کلون وارز خیلی خفن و از سوکا چقدر خفنه به من میگفتی پادوان ها به من میگفتی پادوان یانگ پادوان آی یه خورده احساس میکنم چیزی خجالتی اون گوشه کادری کی مستریوزو؟ نه شما من خجالتی ها؟ اون گوشه میبینی؟ کاشی فوشی میشود دسته بود خشایار بود خشایار قدیم میخوند دوستم چیز بود اینا سمگولی آره چی میگفت؟ پای تلفن با که دعواش شده بود به پسر زنده خواه بعد یه گفت من؟ به من میگی بیادب؟ من بیادبم من اصلا یهو اینو گفت انقدر خیلی یعنی اصلا یه لحظه بهش برخورد که تو به من گفتی بیادب و گفت من بیادبم من اصلا یهو یه چیزی که انقدر خندیدیم ما اصلا یهو دعوا یادم رفت اصلا یهو سیستم رو کلا بیخیال شدیم آره آن با هم داشتین بحث میکردین؟ نه این پای تلفن پای تلفن دعوا شده بود بعد یه جوری گفت من بیادبم که فکر کنم مثلا میگه بی مثلا چه میدونم nice. خیلی ناراحت شده که این بهش گفته من بیادبم بگو من بیادبم من اصلا یهو گفتم آقا این تضاد میدم چی گفتی آره. از این تضاد گفتم نمیخوره یعنی چی الان تو یه جوری بهت برخورد که بهت گفته بیادب بعد خیلی جالب ببین انقلابیه الان این سیستم چرا؟ چند نفر آنم؟ تویچ و از این صحبت ها ببین نمیتونم لپتاپ رو برم روی گوگل کروم چیز میشه کراش میکنه یالا میشه لطفاً بهمون بگی شکست. آره ببین انقلابی شد دیگه الان ما قشنگ این استار وارز از یه سیاره دیگه الان اومدیم مثلا یه ریس دیگه رو داریم چیز میکنیم You are part of the rebel alliance and a traitor take you away چند چقدر آها اصلا هنوز لود نشده میدونی کدوم خفن بود اونجایی که تو فکرام روگ وان بود یا روی چیز دیگه بود یه ادمیرال هست یه چرت و پرت میگه میگه من مثلا اسپریشن آ توی چت نوشتن 3.5K آره 3.5K دارم حرف میزنم ببخشید بعد میگه که یو از دورم فنشو میزنه که یه رو خفه میشه چیز میکنه نه بعد میگه careful not to choke on your aspirations admiral اصلا
نردگزم شدید. آقا دمت گرم، این تویچه خیلی بالا. ببین یه دایمنشن جدید دیگه، من پارسال ببین هیچی بلد نمیدم، یعنی میدونستم فقط باید یه دونه گیمینگ کپچر. آقا همه یک بزنین. وای شروع شد. وای نه الان میاد. بایسته بایسته. چرا گوش میزنن؟ اون گوشه؟ نه یه دونه خند. بیا یک. آه نایس. خب این میفهم که میشنون. ببین چت باکسه اصلا میریزه به هم. آره قشنگ یه دونه یهو گفتم لاستافاس دو اومده، دفت استرندینگ اینجاست، اصلا ایول میخوام دیگه استریم کنم و اینا، هیچی نمیدونستم. اومدم تو با دو تا ویور شروع کردم همینجوری هی رفتم دیگه. بعد با یلان دیولوپش کردیم از اول سال و دیگه رسید به اینجا و دیگه نه بسه نه اینجوری. خب دو تا گیم داریم توی این بازی کنیم. این گیم رو هیچکی نمیشناسه مگه میشه همچنین؟ این گیم جدیده رو شما هم بازی نکردین دادا؟ یعنی نه 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 یعنی شما خودتون توی تویچ تادا بازی نکردین؟ من اینو مخصوص تو نگردشته بودم که اون خیلی باحاله. اون استریمی که قرار بود با هم بذاریم و این گیم رو اینجا تازه نشونش بدم. خب بریم سراغش. خب جویم چی؟ من خواهم دخترش. من پلیس بودم. من دخترش. نه دیگه. Too late. خب من یه خورده مجبورم بیام این برتر که بیشتر تو کادر باشم. میام این برتر بیشتر تو کادر باشم. سندیت باید بذاره دیگه. سندیت مادریتوریه که قرار بودش که پردیکشن ها رو بذاره به قول خودش. شلبی؟ بریم. Let this be the... خب از الان شروع کردی؟ اوکی این خیلی بازی بود. ولی کامبینیشن دوتا هم خنده است، پلیس و دختر. این خیلی فرند ریکوست هم نمیخوام. این مگنومه فکر کنم خیلی خفنه. آی آی بابا جب نگیرت دیگه. آوی آی استراتژیکتی رفتم جدا. آره خیلی با پلان بود. اوه چرا خودم رو زدم؟ انداختم تو جیبت؟ براه من چرا این کارو کردم؟ اوه خیلی بازی باحالیه. کلا بازی دو بودی این ریختی. مثلا یه حالت نوستالژیکی داره دیگه. من یادم مثلا بچگیام میمونه. یه بازی بود خیلی خفن بود. بگو. تودی بود. همون تودیه که سینا راجبش میگفت. متال اسلاگ که ویرو با سگش بود. میدونی کدوم میگم؟ نه هی بعد میرفتی سمت راست و اینا. بعد با سگش بود. آفرین. تو میشناسی اونو. الکی نگو. ولی خدای خفن تری نبود. نمیدونم که بعد آخرش خیلی هم زده حاله. یه مامانش از خواب بیدارش میکنه. میشه یه خورده توضیح بدیم منم شاید بدونم؟ بابا همون که سینا اون دفعه میگفت دیگه. آخه زیاد راجع به گیم حرف زدیم اون روز. نورهود که خیلی بود. نورهود که خدا بود. چی بود میخورد آراغ میزد سه ساعت؟ قارچ بود. ببین سه تا چهار تا اولو میخورد هی تایمش میرفت بالاتر، تصاعدی میرفت بالا. پنجمی ششمی میزد دیگه ول نمیکرد. چی دیگه نفسه تو چیز من؟ آره شروع شد دقیقا با چیز. آی آی girl with the dragon tattoo.
I'm owning you, ain't it? دیگه چی ببینم؟ چه خبه؟ بازی به ده. نه من دارم تازه گرم میکنم. یعنی با یه دونه تیر کف زمین چی بلدم؟ نه فیفا نه آقا من فیفا بزنم پس؟ آره آقا این شاتگانش نمی... سامانم خیلی تون خوبه آقا سامان فوتبال سامان فیفا میزنه سامان کلا گیم اونم گیمر خیلی عجیبه سامان فیفا میزنه ولی خب پی اس دیگه یعنی پی سی نمیزنه آخه ببین مثلا گیم کلا یه دنیای دیگه یه داستان دیگه ای داره من و تو هم مثلا راجع به مثلا موزیک و کار چیز نبودیم فقط من و تو هم راجع به استار کرافت فقط استار کرافت متال گیر متال گیر از اون هی اسنیک جی جی خیلی متال گیر شدید میزنه یعنی ستارکرافت همین الان 25 بار 37 بار گفت اوکی خب من خور با پوکس بازی بازی با کلم آمد ماست ایلی بد بازی با کلم آمد بد بسود اصلا خوش نمیشتن اولین تویچ سریم هم خوش نمیشتن Go to sleep, bitch. Damn, motherfucker, damn. برای خیلی این مثلا اگه فکرم چند نفر میشه توی این رو زد؟ چهار نفر هم میتونی کمپینش رو بری جلو هم میتونی اینجوری ورسز مود بزنی خیلی حال میده خیلی تو خواه کمپینش خیلی حال میده آقا اینا من نمیدونم اپ پی اس آی دی ام رو کجا پیدا کردم چی اینجوری می‌کنی اینا رو اینا رو تو بعد رسیدی ببین خب این الان من داشتم اون اونجا بود من چیکار باید بکنم آقا یه لحظه صبر کن ببینم مگه تو اونجا بودی با من کجا می‌دونم اصلا من کجا بدونی داشتم آقا پی اس آی دی ام الان لو رفته من نمیدونم با چیکار کنم دیگه دارن لو رفته دیگه دارن حد می‌کنن دیگه ببین من خوبم من خوبه مارکت گاید بای ایلا مثل ایلا سپر هم تلفون داد سپر خیلی ورسش خفه سپر خیلی باحاله ببین اصلا ترک خیلی عجیبه سولی یعنی تو هر جای تهران پادکستش هم خیلی باحاله اگه ندیدین ببینین باحاله من خیلی میخندم پادکست سپر رو آره من نزدیک نرسیدم پادکست صوتی داره یا تصویری تصویری آره ولی خیلی گود موده خیلی باحاله اوکی من نمیدونم خب میشه بریم یه مرد دیگه آره دیگه خب بازنده انتخاب کن لوس میشه خیلی لوس میشه دوست دارم که این اتفاق بیفته نمیشه نفه خودم ببین امیر نینجا الان به یلان ریکوست امیر فانتوم کو اونم خیلی پسر باحالیه امیر خداست خیلی پسر باحالیه بهش میگم پی اچ گارد پی اچ این چی؟ از فانتوم میگم امیر خداست I bask in the twilight چه جیبت نخور ما هیدنم خیلی بد خیلی بد این برای اینکه به خاطر جی جی من انقدر جدیدم با اون حرف میزنم این جوک های لوسمونه یه دونه جوک میشه بگم امروز یاد گرفتم چی؟ لباسام با چی میشوری؟ نه میرین لباسام با چی میشوری؟ نه با بپرسی ازم Just fucking say it man امریکا مثل امریکا یه کار کردم رفت یه چیز قد شد لایف قد شد او شیت خوردم همون تین هم میشه بس هم الان دوباره بس میشه کنم سرگه بس کنم که تون میگشه نه الان میارم فقط مطمئنشم بس شد خیلی خوب زد آره کنم قد شد خب بچه ها نه برگشتیم ما سری برگشتیم سی بار گفتی پاد بنزین نخوره آره گفتیم
فقط اگه خب به اون بخورم خب داشت نگو منم سیمتو قطع نمیکنم. خب یاد گرفتم گفتم بگم نه من میگفتم آم منتظر حرکت من بودی؟ Careful not to choke on your aspirations, Admiral. If you only knew the power of the dark. If you only knew the power of the dark. Oh! ولی واقعا دارک ساید چیز بدیه. ببین خوبه. یه سری تایم خوبه. ببین میدونی دارک ساید همون لحظه حال میده. خب متفقم هممون دارک ساید یه جوری به جز تو ولی تو خیلی دارک ساید چیز فکر نمی‌کنم. من دارک سایدم تو قارم. همین. تای دارک سایدم. نه دارک ساید حال میده ولی خوب نیست. و خیلی باحاله یه جایی میرسی که خودت میفهمی مثلا یه سری کارات اشتباهه ولی یعنی ولی دیگه نمیتونی استاپ کنی خیلی بده. قشنگیش اینه که لایت سایت نمیدونم یعنی قطع میشه این؟ نه اینترنت پیسه یعنی الان فوش نمیتونم بدم قطع نایس من میخوای فوش بدی؟ آره وصله اگه میخوای فوش بدی میتونی وصله؟ آره میگن که اکیپت وصله آیا واقعا راسته؟ نه اوکیه الان بازیه. اوکی خب چیکار می‌کنی؟ الان ادامه بازیه. سابسکرایب مادر فاکر. نه چون خواستم که دیگه بهونه نیاری که اون اومد و این نشد و دیگه بقیه شد با هم زورش صحبت می‌کنه. تو این زودان اگه ایوز لو نده. برا. خودم اصلا لو می‌دونم. الان یه دونه پست زرد تیکه دزدی شده از آلبوم مهراب مهداد در نرو بیا اینجا چی؟ دارم کبابش میکنم آره ایلان با این دیلا چه آهنگی بود بری نه؟ خیلی باحال بود من جدی خیلی حال بود من شده که بیشتر آهنگی خودم گوش دادم اونه ببین ترکیب تو علیرضا خیلی عجیب میشه البته ترکیب تو با همه عجیب میشه الان یاسه به حرفم فکر کردم دیدم که نه خب علیرضا خب چیز دیگه مدل خاص خوش کار میکنه سلیقش خیلی خاص و باحاله سلیقش درسته بعضی وقتا فکر مثلا شاید تنبلی هم میکنه ولی یه جوری بدم نیست خوبه به نظر من این ترک دیگه خیلی عجیب بود خیلی ترک بود اصلا عجیب غریب بود در هر صورت بالاخره یلان چت رو چت کن چت کن یلان چت رو چت میکنی چت کن ببین چی میگن پریسیژن ماکسیمایزر میخوای چیز کنیم با لپتاپ چت رو بخونیم یا یالان توی سرور دیسکورد میخوای ببین بچه ها چجوریه اونجا بچه های خودمون هم ما سرور دیسکورد هم داریم یه تبلیغات آی نه با حال است نه نه این سپریه خیلی نامردی من مجبوری اینجوری باش Hey Sergeant, you want me to tell me why I come from my desk, probably Oh این بازی دو بودی تو سال 2021 اینجوری بشینیم بازی بکنیم خدای من اولین باری که این بازی عجیبه. دیدم باورم نمیشه همش زیر سر یلان دیگه یلان پیدا کردم آها تو بوده کردی آره بابا ببین من یه روز همینجوری نشسته بودم پیش یلان مثلا خیلی هم دیگه دیر وقت بود بعد گفت شاید بیا یه بازی بکنیم گفتم چی گفت بیا باحاله بعد بازی رو همینجوری شروع کردیم بعد دیدم اینه بعد مثلا 3 ساعت بازی کردیم بعد دیگه متوقف شد نکن اینجوری ولی هر کی دید حال کرد هیچ کی نگفته عجب من فقط خواب خونه قدیمی اونو میبینم چرا ببین نمیدونم خوابای من خواب خونه قدیمی شب تو ما نفت بودیم آقا شاوت تو نفت هود نه نه ما خونمون نفت بود قدیم آفرین نفت میردماس کوچه پنجم گنگ بود اونجا اینجا بوه مهراد نه گنگ والا ببین حلقه بسکتبال می‌زدیم روزی تو کوشه شاید بهت بگم مثلا 10 ساعت بسکتبال بازی می‌کردیم بعد خیلی حال می‌کردیم ما که ببین زندگی می زمان بسکتبال بود یعنی فکر کنم روزی 10 ساعت بازی می‌کردم
میرفتم یه جا توی جمهوری بود، میرفتم یه باشگاهی بود، خیلی باحال بود. یه جورایی اصلا دلم میخواست کارم این بشه، میدونی چی میگم؟ کارت این بشه که بسکتبال بسکتبالیست بشم. مثلا خب قدم چون باز بسکتبالیست نبود چیز نمی، یعنی خیلی بیشتر فقط فرز میدویدم همین. خب اصلا بسکتبالیست باید 1.90 به بالا، مثلا 1.90 مثلا میشه تازه کوتاه، میدونی چی میگم؟ خیلی چیزه، خیلی بد. ولی یعنی مثلا بعد دیگه اینا رو طالب به منم نگفت. چرا من خیلی بسکتبال خیلی دوستشم. مثلا اون باشگاهی که میرفتم مربی مثلا میگفت 63 به بعد برین خونه، من گفتم میخوام بمونم، میگفت 5 تا امتیازی 3 تا 5 تا 5 تا 3 امتیازی بزن. خب مثلا نمیخواست ضایع کنه منو، ولی مثلا اینو میگفت که بعد 5 تا 3 امتیازی پشت سر هم بزنی، 4 تا شما میزدن میرفت مجبور من نگه داره. ولی تو کوچه پنجم، کوچه پنجم نفت میرداماد، یعنی تموم، خیلی حال میداد. سرویس مدرسه‌مون اون موقع یه آقای بود که این جوشکاری بلد بود و اینا، میومد حلقه رو میزد، همسایه‌ها هی میکندن، هفته دو سه بار اینو میکندن، همسایه‌ها میومدن حلقه رو میکندن. چرا میکندن؟ خب اگه صدا میدادیم و دیوونه بازی در میوردیم و اینا. منم کوچولو موچولو بودم موقع، مثلا با تو کوچه‌مون یه سری پسر مثلا سنشون خیلی بالاتر بود مثلا اینا. بعد تو موقع چند سالت بود؟ چرا اینجوری میکنی بابا؟ بابا سوال پرسیدم. سوال پرسیدی چرا میزنی؟ خب من فکر نمیکردم دیگه در این حد چیز کنی. حالا چون زنی به چیزی نمیگم فردا ریپورت نشه. شات فایرد. خب حالا الان میخوای بگی؟ من نمیدونم. بعد آره دو سه میومدن هفته دو سه بار حلقه رو میکندن از تو کوچه. بعد یه دوست داشتم مهرداد. مهرداد یکی از دوستان ریل مهرداد، یه کول ترین پسر کوچه‌مون بود، یه جوری باحالی بود، یعنی ما همه به این نگاه می‌کردیم مثلا چیکار می‌کنه اینا، خیلی باحال بود. من 63 اون 60 بود اون موقع، فکر کنم 60 بود 61، خیلی پسر باحال بود، لوکاپ می‌کردیم بهش دیگه، خیلی باحال بود. خب با اون بسکتبال می‌زدیم و بعد یه جوری بود که آره. بعد من الان تمام خوابایی که می‌بینم، اول ازت بگم من وقتی شب سکوته کابوس میبینم، نمیتونم، این اگه من تو سکوت نمیتونم بخوابم. بعد تاریکی چطور؟ نه تاریکی اوکی، تو سکوت نمیتونم بخوابم. اگه تنها باشم کلن، یعنی مثلا کسی تو خونه نباشه اونا، اگه سکوت باشه اصلا کاملا خوابای بد میبینم. بعد اکثر خوابام تو کوچه پنجم همون خونه بود نفت که دیگه اصلا کوبیدنش عوض شد، تو اون خونه است، شب آسمون آتیش گرفته، مامانم داره یه کیف کوله پشتی بهم میده، هیچ کی تو کوچه نیست، میگه برو کارتو میتونی انجام بدی، یه حالت مثلا اپوکالیپس انگار آخر زمانه. میدونم یکم ترسناکه ولی نمیدونم چرا، اصلا نمیدونم چرا، یه بار نشده خوابه مثلا این خونمونو ببینم یا مثلا جای دیگه هستم، یعنی هیچ خونه دیگه که بودم بعد از اون هیچ وقت خوابشو نشده ببینم، نمیدونم چرا. یعنی از موقعی که به دنیا اومدی تو اون خونه بودی، یعنی چایلدهود مموریز تو اون خونه بود؟ دقیقاً. خب من تا یه سن آره دیگه، خب با اینکه روانشناسی خوندم ولی این قضیه رو خوبش فکر نکردم، ولی میدونم که آره به خاطر اینکه البته دو سه بار اتفاق بد افتاد، یه بار دو سه بار دزد و اینا اومد، بعد تو وقتی خیلی بچه‌ای مثلا شما 10 سالته ببین چی میگم، خیلی مثلا عجیب می‌بینی داستانو، یعنی اون استرسی که می‌بینی خیلی به مامباد وابسته دیگه، مثلا دزد بیاد که مثلا الان اگه خواهی داری بیا. آره نه الان سیور الان میگم بیا اصلا دیگه، نه پاشو بیا میگم واتس اپ اصلا، مثلا روح و اینا بیاد حال نمیده، خب اگه کار نمیتونی بکنی نمیتونی بزنیش دیگه، روح دیگه not happening. ولی مثلا دزد بیاد بیا بیا، ولی خب وقتی مثلا 10 سالت بچه ای مثلا یه حچه من میفهمی که دزد اومده مثلا تو خونه، دو سه بارم شد فکر کنم مثلا برای همینه شاید، یه دارم دارم فکر میکنم برا یه الان مثل که خیلی دیگه بار فیقام وسط تهران فدا همینم فدا فدا این دیگه لحجه کرمونی هم یه فدات فدات نه امین با حال میگه فدات فدات خودت هم که بگم بیدار میشی آه تو بردی؟
باش یک یک. نه بختک، نه بختک چیزیه که میفته روت نمیتونی پاشی. نه بختک علمیه، کاملا علمیه، چیزی وات. آره آره بختک علمیه. ببین مثل که بدن یه جوریه که تو خواب عمیق که میری یه چیزی داره که نمیذاره تو چجوری بهت بگم، دارم فکر میکنم یه وقت اشتباه نگم اینو، ولی مثل اینکه تو بدنت یه جوری انگار میمیری خب وقتی میخوابی، خب ولی بدنت یه چیزی داره که ببین تو میدونی مغزت همیشه داره میره دیگه، هیچ وقت مغزت هیچ وقت آف نمیشه، یه بار آن کردی دیگه آن نمیشه. مثل لپتاپ من برا بش آخه این لپتاپش خاموش میکنه، هی داشتم من لپتاپ خاموش نمیکنم، من زارت دست شو. ببین لپتاپ مثلا فنش تا ته داره کار میکنه، 20 تا پروژه سنگین باز کرده، بعد کارش تموم شد اینجوری میبنده قارت میذاره تو کیف میگیره زیر بغلش، من میگم برا نه انگی الان تمام پروژهات میسوزه، نباید این کارو بکنی. من نگران سلامت لپتاپت و آلبوم. فکر نمی‌کنم لپتاپت خاموش کنه، استند بای می‌ذاری دیگه. نه آقا تو باید می‌خوای تکونش بدی باید خاموشش کنی چون هاردش چی؟ یخ گذاشته بودی زیر لپتاپ. خب آها آقا یه سرت بگم یارو عقده‌ایه، یه سرت بگم یه خورده تو کادر نیستی همچنان همین که یارو میگم یارو. ببین ما موقعی که بزرگ داشتم داشتیم درست میکردیم این مایکش بود، نه اون مایک آرش دارا بود، نه من TLM 103 داشتم بعد رفتیم روی دیگه، نه این اینو آرش داره، این با صدای آرش دارا بهترین این مال آرشه؟ نه مال منه ولی با صدای آرش دارا، ولی تو تمام ویدیو دارین جلوی میخونیم. آقا من همینجا تو تویچ میگم آرش دارا خفن ترین آدم جهانه، ولی نمیاد، نمیدونم چرا نمیاد، شاید باید نگفت نمیگفتم اینو، ولی خواهشان اگه دیدینش تو خیابون اذیتش کنین، مثلا بگین آقا چرا نمیای و اذیتش کنین. آره یعنی یه کاری کنیم بیاد دیگه، نمیدونم نیست دیگه میره، یه مثلا میبینمش دو سال دیگه میره و میره و اینا کجا بیاد. آقا داشتم اینو میگفتم چیز بزرگو داشتیم درست میکردیم صندلی بالا، این همیشه این فنو برو خیلی بالا این بزنش. داشتیم بزرگو درست میکردیم، من یه دونه از پلاگینای ویوز هم چیز بود کرک بود، میتونیم بگیم دیگه که ببین کانیه وست هم حتی سایلنت وانش ایمان بهم داده بود ایمان وگرنه تو که اصلا این کار رو نمید. بعد یه پلاگینی بود که اشتباه بود، یه چیز عجیبی بود، بعد یه باگی داشت، حالا ویروس بود باگی نمیدونم اسمش، ولی حالا من اینو نمیدونستم. لپتاپ هم مثلا وقتی تا میبودم پروژه رو ران میکردم که مثلا باشه کاری بکنیم داغ میکرد، یه جوری داغ میکرد که مثلا چیز میشد همه چی، یعنی لگ میومد و اصلا افتضاح بود هیچی نمیشد. من فکر کردم مثلا به خاطر سنگینی پروژه است، بعد گفتم من کاری نکردم هنوز. بعد این بزرگ و دقیقا همی که میگفتی الان بگم شاید شاید یکم ناراحت شد، بقیه هم شاید یکم پشمشون بریزه، ولی آره این کارو کردم. میگم لپتاپ رو رسما مثلا وسط پروژه درشون میبستم میذاشتم تو فریزر. نه 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 میذاشتم میذاشتم میوردم درست میشد. نه درست میشد و کار میکرد کار میکرد، بعد دوباره تا یکم داغ میشد چیز که، بعد یه جا گفتم آقا این درست نیست، یعنی ما داریم بزرگو درست میکنیم پروژه به این خفنی ولی میذارم تو فریزر هم مال میذاری تو فریزر لپتاپو. بعد سامان میگفت این چه اینجوری میکنی تو فریزر، نمیدونم چه کاری هست، من دارم وسطش میخونم تو میذاری تو فریزر اینا، دیدم راست میگه درست نیست لپتاپ بذاری تو فریزر دیگه. بعد وسط ورس و ریکورد برمیداشتی رسما میذاشتم تو فریزر، جدی بهت میگم. بعد بردمش یه جایی یادم نیست چی بود، یه اپل استوری بود توی شهرک غرب بود فکر کنم یه سعادت آباد یه جایی نمیدونم یه جایی فکر کنم سعادت آباد بود توی بلوار نمیدونم حالا نمیدونم. بعد اونجا بردم و یارو فهمید، نمیدونم چه جوری فهمید، گفت یکی از پلاگینات ویروس داره داستان داره، پاک کرد بعد درست شد. ولی خب خنده داره دیگه، مثلا میذاشتم تو فریزر. ببین من وقتی مشکلی میاد تو رام هیچی نمیفهمم، مثلا دارم یه کاری میکنم اگه مشکلی پیش بیاد هر جور شده یعنی کارو انجام میدم دیگه، ولی فکر نمی کنم مثلا اگه فکر کنم شاید دیسو سرش رو میخوای بازی کنی. نه 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 بحث این بودش که آخه وقتی داشتم ویدیو کنسرت رو رندر میگرفتم کاسه یخ میذاشتم دوشمنم یادمه. نه خب فریزر داشت خیلی بدتر، نه فریزر خب خیلی سریع تره.
آها اینجوری شروع کردی؟ دقیقا همین جوری شروع کردم. آها برنامه این چی کار میخواد بکنه؟ نه دیگه ببین تو که روش آب نمیده. همون لپتاپی که هنوزم هم دارم همه کارا روش میکنم. نه باگ داشت، ویروس داشت. اون موقع آقا چی شد؟ قرار بود ببینید چت ها چی میگن، سوال کنیم، حال کنیم. یلانه دیگه. Two way interactions. ایموت همه چند نفرن؟ شاین و یلان و زمان حق کپی رایت این که اسم من آوردی که همه چی؟ بدتب چند نفر دارم میبینن اون چیزو قطع شدیم و چیز نشد؟ خراب نشد داستان؟ نه سری بست کنیم. اینجوری یعنی چی آخه؟ همین که اوکی چی شد؟ چرا داری میری؟ چرا داری فرار میکنی؟ تو کارتو بکن. کارو انجام میدم فرار میکنی. درست خرسه رفت رو سرم بای ایلا خانه نه اون ایلا خیلی بالا خیلی کچیه خیلی بالا آهنگار وقتی گوش میدی یه فاکین کنتنه مثل دی سوینی گفتم یو مه وایزز که لفت که ایجه سن چرا تنها نقطه موامو کی زدم چرا زدی اصلا خب چکار کنم درویش بشنم بایم چی میکنم آخه دیگه وقتی یه کاری میکنی ترند میشه اون وقت دیگه نه میدونی راستش بخواه بهت بگم چی شد یه روز با یکی دعوام شده بود میشه بگم با کی خب نه بفرگی نمیتونم بدونم خب بقیه چی شد بعد از اون روزای خوب یعنی روز خوبی نداشتم کلا حالم خوب نبود خیلی okay. از اینو بود که همه چی بد بود واسم مثلا موزیک بد بود قیافه خودم بد بود نمیدونم آها کلا کدر بودی از زمین و زمین کلا کدر بودم okay. رفتم خونه کنیس گفتم بزنم حال میدونی آها همونجا خودت زدی موتو آره واقعا نه 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 یکی برام زد ولی خب ولی تصمیمشو خودم گرفتم مسلمه آه بعد او این دست داری میبری؟ نه نمیدونم دیگه حال نکردم دیگه خیلی دیدم ببین من خیلی دفاک من نه میدونی که من یه اخلاق عجیبی دارم کلا وقتی زیاد بهش وابسته میشم از بیخ میزنمش آها دیلیت میکنی دیدم حالا آدم کم کمتر ولی کلا اینجوری هم نه اگه احساس کنم مثلا به یه چیزی زیادی وابسته شدم درجا میدمش بره ببینم این همون کانسپتیه که پشت دیلیت کردن من مثلا یه میرم کل کمد هم میریزم دور نمیریزم مثلا یعنی میبخشم مثلا چیز میکنم یعنی از کمد هم یعنی جدا میکنم دوستان یا مثلا اگه یا مثلا اگه پروژه ببینم خیلی داره اذیتم میکنه یا چیزه مثلا یه پاکش میکنم کامل آهان اونی که داره اذیت میکنه اصلا نه خب ببین چیزی که بهش وابسته میشه اذیتت میکنه برای دیگه فلسفی بود ولی واقعه اصلا خیلی سنگین بود حرفت الان 37 تا چیزی که بهش وابسته میشه اذیتت میکنه از آدم گرفته تا جنس گرفته تا جنس منظورم تو مادیاته حال نمی کنم مثلا چه من صبح پاشی حتما باید قهوه بخورم کلن Let go of everything you fear to lose چیه داستان بگو؟ چی شده گفتی که سوال؟ من؟ سوال مزخرف عروسی این پیانو میزنی؟ همشون رو ازدواج همشون میپرسن که شاهین که ازدواج میکنه؟ آقا من یه پیشنهادی کلن به حالا طرفدارا یا مخاطبای هر کی میکنم وقتی مثلا نمیدونم مثلا اگه یکی رو برین دنبال میکنین یا حال میکنین باهاش وقتی مثلا یه روی فرصتی پیش میاد سوال باحال بپرسین خب باحاله مثلا خیلی باحال آقا من میشه اینو پاس کنم این حرفه که زدی خیلی باحاله من بفهم نه شما یه خورده بلندتر هم بگو که صدا بیاد نه سوال واسه مهراده
سوال واسه مهراد. خب تو الان حرف تو بزن. خب شما میخوای یه خورده تشریف اینجا تو کار تنها نباشیم. یه سلام. او شیت. سلام و عرض بر همگی. سوال خیلی باحال بود مهراد، عشق یا پول؟ عشق یا ثروت تو این مایه ها مثلا؟ آره عشق یا پول. بخواه نمی گفتم چیز باحالیه. این سوال خیلی قشنگی بود. خب چی؟ چند صد هزار نفر تو هم؟ راجبه میتونم حرف بزنم خیلی. راجبه عشق یا پول؟ برای من همیشه میپرسم قدرت یا پول. حالا عشق یا پول رو میخوای جواب بده؟ خب بیا بشیم. من میرم. خداحافظ. خداحافظ. عشق یا پول؟ آره زیر سکون بخ. عشق یا پول؟ هرکی سوال پرسته خیلی عجیبه این سوالش. سوال قشنگ. نه خفنه. سوالش تو اصلا قشنگ نه این خیلی خفنه این سوال. عشق یا پول؟ ببین پول باید همیشه جایزه کارت باشه به نظر من. حتما کار. ببین عشق یعنی عشق یعنی تو کارت باید عشقت باشه، باید یعنی مثلا تو باید خواب کارتو ببینی. کاری که 9 تا 5 مثلا تموم میشه فایده نداره. چرا؟ خب مثلا 9 تا 5 کار 9 تا 5 چیز دیگه. یکی میگفت یه کوت خوندم میگفت 9 تا 5 چی میگن؟ قبضتو میدی پرداخت میکنی ولی paying the bills. آره paying the bills ولی 5 تا 9 رویاتو دنبال میکنی. چی بیلدینگ یعنی عشق باید یه جوری باشه که تو باید کارتو حال کنی دیگه، باید خواب کارتو ببینی. من شب یه خواب میکس ماستر میبینم مثلا حال میکنم، دوست دارم کارمو دوست دارم، حالا میتونه هر چی بخواد باشه. ولی مثلا اگه بگم من میخوام پول درارم اشتباهه دیگه، باحال نیست. یعنی خب ببین حالا این داستان خب یکم عمیق تره دیگه. مثلا یه سری خب فرصتشو دارن، یه سری مثلا خب یه سری مثلا ممکنه زندگیشون سخت باشه، یکم نگرانیشون بیشتر راجب این باشه که پول برقو بدن، پول مثلا زندگی، چیزای خیلی بیسیکو بدن. خب حالا چون یکی اگه اونجوری باشه دلیل نمیشه که مثلا خب همه زندگی اون ریختیه. ولی حالا ما داریم راجب یه نفر اوریج حرف میزنیم که آقا مثلا تو تصمیم میتونی بگیری تو زندگی چیکار کنی. اونجوری به نظر من اگه ببین تمام آدم نمیدونم اینجوری بگم، تمام آدمای خفنی که مثلا من دیدم که مثلا خودم دنبال میکنم، کسایی که مثلا خیلی خلاق بودن، کسایی که خیلی موفق بودن، اینا اکثرا مثلا همیشه راجع به عشق به کارشون حرف میزنن. برای همین عشق یا پول خیلی حرف عجیبیه به نظر من. من تا الان قدرت یا پول رو شنیده بودم، عشق یا پول رو نشنیده. خب پول به هر حال یه سری کارها برات میکنه دیگه، مثلا چه میدونم مثلا راحتی برات میاره، خوشحالی نمیاره، ولی خب خیلی جارم خوشحالی هم میتونه بیاره. آخه خب چه جوریه مثلا؟ آخه بستگی داره. ببین تو اگه از عشقت پول در بیاری که خیلی خفنه، یعنی تو اگه از کاری که دوست داری عشق داری واقعا بهش مثلا پول در بیاری که بهترین چیز جهانه. فکر میشه هدف هممون دیگه نه؟ خب بستگی داره اگه آگاه بهش باشی. خب ما الان خب فرق داره مثلا. حالا آخه تا جان بحث پول یکم داستان داره دیگه. پول به علاوه یه سری مدیریت میخواد، یه سری اطلاعات میخواد، یه سری آخه ببین اینجوری هم نیست تو فقط از کاری که دوست داری مثلا عاشقشی پول در بیاری. یعنی تو باید خب این کسایی که پولدار میشن معمولا از چندین راه مختلف پول در میارن. من به نظر من اینجوریه، مثلا تو این دوره زمان یعنی یه جوری سخته مثلا تو یه حرفه خاصی داشته باشی چیز کنی فقط از اون حرفه پول در بیاری. حالا مثلا بگیم دکتر، مثلا یکی دکتره، خب مثلا دکتری حرفه خفنیه. من کتاب خوندم یه بار خیلی زندگیمو عوض کرد به نام ریچ داد پور داد. خیلی کتاب کامرشیال اینو خیلی اینو من از خیلی مال رابرت کیوساکی خیلی، ولی خب مثلا من دیده منو خیلی باز کرد نسبت به داستان که راجب اینه که کلا مثلا میفهمی که راجب اینه که یه نفره حالا تئوریتیکلی مثلا دو تا پدر داره، مثلا یه پدر معنوی داره یه پدر مثلا چیز داره، یعنی بین پدر خودش و پدر دوستش مثلا داره مقایسه میکنه. بعد اون پدری که خیلی پول داره میگه، یعنی نه که خیلی پول داره، اون پدری که پول دستشه به اون میگه پدر فقیر، ولی اون یکی که همش تو قرض و قوله است بهش قرض و گرس گفتن قرض و قوله است بهش میگه پدر پولدار. یعنی داره میگه اون طرز فکر چقدر مهمه. یعنی تو مثلا اگر فقط راضی باشی به اون ماهیانه ای که میگیری حالا از کارت یا مثلا از هر چی هست، این پولدارت نمیکنه.
این مثلا میگه باید پسیو اینکام داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه تو پولاتو جمع کنی یا آپارتمان بخری بعد اینو اجاره بدی، وقتی حتی پاتم بشکنه ماشین بهت بزنه پات بشکنه، بازم پول تو جیبت میره، تو دیگه کار نمیکنی. یعنی میگه پول باید برای پول کار کنه، تو نباید برای پول کار کنی. خیلی باحال میگه، میدونی چی میگم؟ یعنی پسیو اینکام اینه دیگه. بعد تو مثلا هر چی بیشتر سعی کنی زندگی تو طرف پسیو اینکام ببری، حالا راجع به دکتر گفتم یاد این افتادم، میگه مثلا کسایی که کارهای خفن دارن، مثلا یه چی میگه، مثلا تو مثلا یه دکتر، یه وکیل، یه کسی، خب اینا هم مثلا نسبت به کارشون خرجشون هم بالا میره. اشتباهی که خیلی هم میکنن، یعنی مثلا تو پول بیشتر در میاری، خونت هم گنده تر میکنی، ماشین گنده تر میخری، و حالا گنده تر یعنی ماشین خفن تر میخری، خرجت هم میره بالا به همون اندازه. خب پس اینجوری هیچ وقت پولدار نمیشی. خیلی باله، مثلا میگفت، فکر کنم میگفت مثلا فرق بین ریچ و ویلثی یعنی چی، یعنی مثلا ثروتمند بودن یا مثلا پولدار بودن یعنی چی. یه جایی توی کتابش بود فکر کنم میگفتش که میگفت اگه تو خرجاتو حساب کنی تو ماه، مثلا اگه بگی من 100,000 تومان خرجم تو مثلا تو ماه، اگر تو در ماه 300,000 تومان دراری، یعنی چی؟ یعنی تو 100,000 تومان خرجتو میدی، 200,000 تومان سیوینگ داری تقریبا. یعنی تو خرجاتو تا 3 ماه جلوتر داری. بعد این میگفت یعنی تو 3 ماه ثروتمندتری. یه چیزی تو این ماه ها. یه کتاب بود پول خیلی خفنه. خیلی خفنه. خیلی خفنه. یه کتاب پولدارترین مرد بابلون. اون رو من نخوندم. دقیقاً همین رو میگفت. اون رو نخوندم. میگفت همیشه 1/10 مینیمم از پولی که دست میاری باید سیف کنی. چیزی میتونی که بشی ولفی. خیلی باره، چیز عجیبیه. این چی آوردی؟ هیچی، اینجا میخواستم چک بکنم که چیزی گفتن. آره بده. خب چی شد این بازی؟ آقا بریم موتور کمبت. میخوای اینو تمامش بکنیم؟ مایی تمام شده؟ نه. آره میتونیم. 5-8. بچه ها من خیلی دارم سعی میکنم که بخوام بخونم دونیتا و سابارو، ولی متاسفانه لود نمی کنم. یه نفر یه سوال پرسید چقدر کشش دادیم. ببین اصلا کامیونیتی تویچ کلا متفاوته داستانش، واسه همین اصلا فرق میکنه. خیلی چیله، خوش میگذره، همه همه چیو میدونن، همه چی هستش. خیلی باحال این کامیونیتی، من خیلی دارم باش حال میکنم. خب بریم بعدی. خب بریم. مهراد یه سوال دیگه کنم. برو. این اولین سوال تو چی؟ فارسی، ایرانی یا یعنی کلا؟ من فکر کنم آخه ایرانی که نمیم. این یه شانسی ترین هیت جوان بود بگیم. تو موزیکا چیته من؟ چیز من هیتام هیته. من هیتام هیته. مثلا کلمه هست تو تویچ بگی و مثلا بعد چه خیلی؟ کلمه نیست، یه مثلا یه نوع وردو بگی یه چیزی میشه مثلا. ببین آره اون چیزا که آره هستش، آره اونا که هستش، ولی بیشتر رفتاره. مثلا یه دونه استریمر قبلا بودش، مثالش همه جا هستش تو همه استریم ها معمولا میزنم، که مثلا یه بار یه دونه نجاره داشته همینجوری نجاری میکرده، لایو استریم هم کرده، بعد یهو یکی دونیتش کرده، بعد یکی ریدش کرده، مثلا یهو 1,000 نفر ریخته توی استریمش، بعد سابسکرایبش کرده. یعنی الان فکر نکنم که یه بریم متاکم باید اینجوری نمیشه. میشه با دسته تو بریم. خب بعد خب یهو طرف مثلا یکی که سابسکرایبش میکنه دونیتش میکنه، اصلا میگه واقعا مرسی، ممنون، اصلا نیازی نبود، ایرانی نیست مثلا، دمتون گرم و فلان جور چیزا، اصلا نیازی نبودش این کارو بکنه، مرسی. و این اصلا خیلی اینکامش بیشتر میشه کلا، هی زود به زود. ولی یه استریمر دیگه بودش که مثلا رفته بود کیس خفن خریده بود، اتاق درست و وبکم درست و خفن و این جور چیزا، مثلا ویوراش پایین بود، دونیشن و همین جور چیزاش هم کم بود، که بعد یهو مثلا میگفت آ چرا شما منو دونیت نمیکنین، چرا سابسکرایب نمیکنین، اصلا خیلی بده که if you ask for it. آره اصلا نباید این کارو بکنه. که آره رفتار مهمه، کلمه مهم نیست، چون مثلا خیلی جا یه مدل خاصی حرف میزنی و ممکنه معذوری نداری، ولی یه میگی خب یکم باحال نیست دیگه. چیکار داری میکنی؟ صفحه سفید چیه؟ بابا من الان میخوام بشم ببین بچه‌ها که دونیت میکنن یا چرا صدا نمیاد. یهو کوجیما از گاد
خب اون صدا رو از تو هدفون گذاشتم. آخه اگه بذارم از اونجا بیاد بک. چند نفر هستن الان؟ آ ساب زیرو دیگه. میخوای با ضعیف‌تر شروع کنم؟ شات دی فاک. خب بچه ها لایو از اینجا به بعد قشنگ میشه. چند تا 10 تایی بریم؟ خب داشتی تو 2 ساله داری میزنی اینو. آقا من کجا 2 ساله دارم اینو بازی میکنم؟ آقا من دارم اینو بازی میکنم. نه آقا من اینو 1 ماه پیش دانلود کردم. اوکی. نه دیلیت کرده بودم. چرا میخندی؟ به خاطر اینکه تو اومدی دانلودش کردم. ای چرا اینجوری شد؟ هیچی. آدم مرده میاری از این صحبت ها. یا خدا. چقدر گنده است، چرا اینجوری شد؟ یکم تصویر. ها. الان کی؟ Bitch please, you must have metal disease. ریلودم کنی. من لبو لوشم اینجوری میشه ولی خواهشم میم نکنم داشتم میدیدم اونو یکم نزدیکه داری احساس کنم چی نزدیکه؟ تلویزیون تا ببرم شبه؟ اه؟ بازی میکنیم من میتونم بگم ببرم آه دوتا تیر آخرش خورد نه ولی خب نمیبرم که دوتا کنم یه جونم انقدر میشه آه انقدر کم شد چقدر کم کرد خیلی چیپی واقعا آدم چیپی هستی چرا آقا چرا من چیپم الان نمیدونم دیگه فن آه ابدا الان این چیپ نیست نه What? What? نه نه آه خب حال میده دیگه میگی آخه دیگه میدیم چی میگم باید بگی باید بگی باید بیای باید بری وایسا fuck off me fucking can't درخشی دیر نه راحت بش خوبی؟ آره تمرم اوه This is fucking ridiculous, isn't it? Oh! Shit, man. خیلی حسیه. نه یعنی لحظه آخر رو هوا. چای ساب زیرونه. اوکی. امیر حسین زده کاراکتر کونگ لو بگیر. دهنش سرویس میشه. نه من خودت امیر حسین با این فرق میزنم. ببین چی میگم. نه ریمچ فاکینگ ریمچ من می‌خواستم تو نخوا برا تو رفتی چیکار مین منیو کانگ چی موکم ببخشید زدم خیلی دستم سنگینه نه راحت دستت سنگینه خیلی قرمز شدی من مال بی جنبم دیگه استاپ گرفتم اوکی می‌خوای رندوم بردارم که چیز بشه اما این سری میگم نه من دارم میپرسم میخوای رندوم من میتونم رندوم نه نمیخوام رندوم بردی اوکی گفتم اگه آپشن میذارم بالاخره من همیشه حق انتخاب میدم مهراد سوال کنم برو اگه میخواستی دو تا سازو با هم ترکیب کنی که دستت باز باشه تو موزیک سازی چی هست؟ زوزنه به نیومدم دیگه نیومدم میدونم عاقبتش چیه دینامیت میدی؟ آی چجوریه این اسمی میشم چیزه ببین یه سری کنوار که میزنم آروانم نگرم دارم که امپلیفای میشه آروان من چیز نهارت کننده بگم اوه شیت بگو رومن
در بسه در بسه چی آنه؟ چند درصد که من میبرم؟ چند درصد؟ بگو بگو. خب خوبه که 39. بچه ها اگه میشه تایم پردیکشن رو بزنین رو 30 ثانیه. بس یه دقیقه زیاده مثلا. خیلی. تا یک دقیقه 10 درصد. خیلی. نه نه نه. وایس دقیقه نه. واقعا فیر گیم. جدی. آخه نه داشته خب بعد میدونی چون یه سال زدی؟ آقا من یه سال نزدم. Really? That's impossible. جواب نمیدم که یه موقعی. آقا نه نه این دیگه واقعا نکن دیگه این کارو. ولی تو این کارو میکنی. نه 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 هیچ کاری واه اوکی مگه میشه همچین چیزی؟ نه یس خب یادم 80 هزار تا مای ماستر نمیخوای یه دونه چیز بزنی؟ این چیزی تمام شد الان شرط بندی شرط بعدی خیلی خوب چرا؟ اصلا همه یه پولاشون رو بذارم چرا بگم بذارم؟ نه من مردم رو به چیز ترغیب نمیکنم ببخش 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 من یه لحظه باید دوباره اینو بس کنم به چیز اینترنت چون الان ساسپند میشه گی کمپیوتر میتی رگتر ماتا چوپپی مونیانی مونیانی چوپپی چوپپی مونیانی ماو چه اینجور میکنی؟ ایچی الان دیگه بس میشه خوب خب ایچی بریم تو